قصه ها، از زمین و از سما، از اون جاهای دور دور، روزای پرشراشور. این که میگم قصه نیست، ساخته ی فکر من نیست، رویدادیست حقیقی، نوشته ی چند نبی. درسته که نوشته است، ولی هر روز زنده است. اسمش کتاب مقدس، موضوعش خدای اقدسه. تو را به ما نشون میده، انتخابش دستمونه. راه اول نجاته، رازش توی کلامه. وای خدا رو شکر، خدا من چقدر جنگل رو دوست دارم. آخ گفتی مارتینا، آخر هفته مدرسه ها تعطیل، تو جنگل بغل رودخونه چه کیفی میکنیم. آره بری بودوی وسط درخت و بهشن که خسته شدی چفش رو در بیاری، پاتم بذاری تو آب رودخونه. وای چه حالی میده. بعد بریم گالایی که بغل رودخونه هست، تو جنگل هست، بکنیم کفش رو زکارم تماشا کنیم که رو برگاهاشو هستن با اون رنگ قرمز خشکه. وای چه حالی میده. واقعا میبینی چقدر قشنگه، چه هوایی، چه هوای تمیز. خدا رو شکر که امروزم آخر هفته است، داریم میریم پیکنیک در رودخونه. واقعا خدا چجوری همه قشنگی را آفریده. فکر کن چقدر طول کشیده، چقدر کار داشته خدا، چقدر زحمت کشیده. اصلا فکر نمی کنی همه کار رو تکی تنها مگه خسته نمیشه؟ آره تا حالا بهش فکر نکرده بودم، این همه چیز روی زمین که خدا آفریده، فکر کن چقدر طول کشیده. آره خسته میشه دیگه. میدونی دنیا چقدر بزرگه؟ میدونی خیلی خیلی بزرگه. تازه همه لحکی نیستش، میدونی چقدر سخت درست کردن اینجور چیزا، کلی آدم ها، حیوان ها رو، ستاره، میدونی چند تا چیزه خیلی زیاده دیگه هم هست. آه راست میگی ها، تا حالا بهش اینجوری نگاه نکرده بودن. دنیا خیلی گنده است، خدا خیلی چیز آفریده، فکر کن چقدر طول کشیده. اصلا کدوم اول درست کرده آسمون و دریا رو، حیوانا رو، آدما رو، چی؟ خب این که کاری نداره. یعنی تو میدونی؟ نه. پس چی میگی که کاری نداره؟ ما رو باش، ما فکر کردیم تو جواب این سوالا رو میدونی. نه منظورم این بود که خارجو حتما میدونه، از اون میپرسیم اون بهمون جواب میده. آفرین خارجو، خیلی چیزای درباره که کتاب مقدس و کارهای خدا که انجام داده بلده. خارجون جون خاله جون، جون خاله جون، قربون سر تا پاتون، دست گلای خندون. جونم خاله، آماده اید؟ وسایلاتون رو جمع کردید؟ آماده ایم که بریم بیرون؟ دیگه کم کم داریم آماده میشیم، چیزی نمونده. ولی قبل از این که بریم چند تا سوال داریم خاله جون. اشکالی نداره، سوالاتون رو بگید و
ولی یه وقت دیر نشه ها، اگه دیر به جنبیم هوا تاریک میشه، اون وقت تو تاریکی دیگه نمیتونیم طبیعت رو قشنگ ببینیم. آره دیگه، هر کسی از یه سوال میپرسیم. خوبه؟ بله. باشه بچه ها بپرسیم. منم اگه بلد بودم جوابشو بهتون میدم. ولی بچه ها این سوالا در مورد چیه که اینطوری یهویی تو ذهن شما افتاده و عجله هم دارین جوابشو بدونین؟ بچه ها اگر میخوای سوال بگی به نوبت و یکی یکی، حالا هر کی بزرگتره سوالشو اول بگه. خاله جون، خدا اول چیو ساخت؟ زمین و آدما رو، حیوونا رو، چیو؟ خاله جون هیچ کس از اینکه خدا اول زمین رو ساخت، آسمون رو ساخت، خبر نداره به غیر از خود خدا. و شما هم میدونین که خدا حرفاشو کجا نوشته تا ما بریم بخونیم و یاد بگیریم. کتاب مقدس. آفرین. اولین قسمت تو کتاب مقدس، کتاب پیدایش، خداوند در داستان آفرینش گفته که چجوری این دنیای به این قشنگی و زیبایی که ما توش داریم زندگی میکنیم رو خلق کرده. تو داستان آفرینش قشنگ نوشته که خدا چیو اول ساخت. بله عزیزم، توی کتاب پیدایش همینطوری که نوشته شده گفته که خدا اول آسمان رو و زمین رو آفرید، ولی توی زمین هیچ موجودی، هیچ چیزی وجود نداشت. همه زمین رو آب و تاریکی گرفته بود و هیچ موجود زنده‌ای توش زندگی نمی کرد. بعد خداوند روشنایی رو به وجود آورد که همه جا روشن بشه، و بعد زمین رو و بعد خشکی‌ها رو درست کرد و دستور دادش که توش درخت‌ها و گیاه‌ها رشد بکنن. پس همون موقع بود که خورشید رو ساخت؟ بله عزیزم، خداوند خورشید رو برای روشنایی روز ساختش و ماه و ستارگان رو برای روشنایی شب، و وقتی که حیوان‌ها و جانورا رو به وجود آوردش، انسان رو شبیه خودش درست کردش که از اون حیوانات روی خشکی و دریاها مراقبت بکنن. آها، پس اینجوری بود. نوبت منه. خاله جون، این همه چیزای جور و جور که گفتید خیلی زیاد بودن. حالا بگید چقدر طول کشید که خدا دنیا رو بسازه؟ جهان و هر چی توش هست ساخته شده تو 6 روز. خدا که خالقش هست کار میکرده شب و روز. بچه ها، خدا روز اول شب و روز رو آفرید، روز دوم دریا و آسمان ها رو آفرید، روز سوم خشکی و گیاه ها رو آفرید، روز چهارم خورشید و ستارگان را آفرید، روز پنجم حیوانات زیر دریا و حیوانات روی خشکی را آفرید، و روز ششم انسان را شبیه خودش خلق کرد. همه این کارا رو خداوند در 6 روز به وجود آورد. این که خیلی سخته که چجوری این همه رو تو 6 روز انجام داد؟ من تو 6 روز تقریبا با سختی انجام دادم. خب معلومه دیگه، فقط خداونده که قدرت داره که همه این کارا رو انجام بده. هیچ کس دیگه نمیتونه این کارا رو بکنه. حتی اگه بیان به جای 6 روز 6000 روزم به ما وقت بدن، نمیتونیم هیچ کدوم از این زیبایی رو که خداوند خلق کرده رو ما به وجود بیاریم. خب همه این کارا رو تو 6 روز انجام داد، بعدش خدا چی کار کرد؟ همون دیگه، خسته شد استراحت کرد. خدا خسته نمیشه. خاله، مگه خدا خسته نشد همه کار رو خودش انجام داد؟ آخه هم کسی هم نبود بهش کمک کنه، مثل من که به شما کمک میکنم سفره رو جمع کنیم. بله، شما سفره رو جمع میکنی، ما هم نون میخریم. ببینید بچه ها، توی کتاب مقدس نوشته که خداوند روز ششم همه جهان رو آفرید و دست از کار کشید، و روز هفتم رو برکت داد و گفت روز مقدسیه
برای اینکه کار آفرینش به پایان رسیده بود و همونطور که در کلامش نوشته گفته که اون روز رو آرامی گرفت، یعنی استراحت کرد. پس برای همین که روز هفتم همه مدرسه ها تعطیلن و سر کار هیچکی نمیره. بله درسته، خدا روز هفتم رو روز مقدس و استراحت گذاشته. پس ما چه روز خوبی برای بیرون رفتن انتخاب کردیم. آفرین دخترم، درست میگی. بچه ها نگاه کنید، شما چون الان داستان آفرینش رو شنیدید میدونید که خدا چجوری و در چه مدتی این جهان و زیبایی های اونو خلقش کرده و شما الان بیشتر به دنیای اطرافتون، به زیبایی های اطرافتون دقت میکنین و خدا رو به خاطر این توانایی و این قدرتش شکر میکنید. من از این به بعد بیشتر مراقب طبیعتم، برای اینکه من یاد گرفتم که خدا چقدر زحمت کشیده که طبیعت رو درست کنه. وقتی هم میریم پیکنیک باید مواظب باشیم که درخت‌ها آتیش نگیرن و خراب نشن. من هم هر چیز باله میبینم تو جنگل جمع میکنم تا همطوری خوشگرشه که خدا آفریده. آفرین دختر گلم. بچه ها دیدید میراندا گفت نه تنها زباله توی طبیعت نمیریزه، بلکه اگه توی جنگل یا کنار رودخونه زباله ببینه اونا رو جمع میکنه تا طبیعت خدا همونطوری بی نقص باشه که آفریده شده. خداوند همه چیز رو خیلی قشنگ آفریده و اگر خراب بشه پس معلومه که ما ازش خوب مراقبت نکردیم. بچه ها زود باشید دیگه، داره شب میشه، بلنشی وسایلمون رو جمع کنیم بریم پیکنیک. ما آماده ایم. فقط من برم یه چیزی که لازم دارم وردارم و بریم. چی لازم داری؟ یکی چه زباله بزرگ. آفرین میراندا. خوشیم بریم کمک. نگاه کن اینقدر که اینا عجله داشتن ساکاشون هم به هم نداشتن. من باید ساکاشون رو بردارم و براشون ببرم از دست این بچه ها. من فقط برم نه راست بیام که وقتی هم میریم پیکنیک باید مغارب باید مواظب نمیشون کسی دید زغاله. برای اینکه من یاد گرفتم که خدا با چقدر زحمت و از این نباید بگه از این عالی بیا برات دستم. خاله جو مگه خدا خسته نشدی همه کارا رو انجام خودت کارا رو انجام خودت نفری از یه سوال میپرسی گفتم که میگم خیلی خوب ببین یه دقیقه یه نفس بگیر قشنگ یه نفس بگیر یه قدرت بگیر قشنگ برای همه سر کار بسته یه دبیر کفشو بهت بدم خواستی یه فصل بزن ما رو بیا حالا بگید چقدر طول کشید تا خدا این دنیا رو بسازه؟ این دنیا رو اشکال نداره. جون خاله جون، جون خاله جون، قربون قد و بال قربون قد و بالا تو خور قربون سر و بال.